خب بچه‌ها ممنون صبوریتون، البته شما احتمالاً 3 ثانیه دیدید فقط، اما من 5 دقیقه سرم اینو میندازم. اینجاست که باید بگم من موفق میشم، نه فوراً ولی حتماً. سلام، خوش اومدید به این قسمت از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد تو لایف. تو این ویدیو قراره با هم یک ترک به نظر من باز یکی از مهمترین ترک‌های کریر شایعو گوش کنیم به اسم رویای من رپ بود نه پول، که خیلی یهویی تا 6 صبح بزرگ واراخه 6 صبح فکر کنم 6 الی 8 اینا دیگه ریلیز شد. که حالا اطلاعات موزیک رو جلوتر با هم دیگه میگیم. لینک موزیک که از کانال یوتیوب اصل استریم گوش میدید توی دیسکریپشن هست، به جز لینک صفحه من توی فضای مجازی به علاوه سه تا پلی لیست یوتیوب، اسپاتیفای و ساوندکلاود توی دیسکریپشن وجود داره. اگه دوست داشتید سر بزنید، لینک اجزای ستاپ مثل دوربین، میکروفون، نور، لنز و تابلوی لوگو هم توی دیسکریپشن هست. ویدیو یه نکته مخفی داره که اولین کسی که توی کامنت دقیقه و ثانیه نکته مخفی رو بنویسه کامنتش پین میشه و اگر فورگن حالا با چی تو کامنت بریم واسه شنیدن رویای من رپ بودن پول. خب من از چه لحاظ میگم این ترک به نظر من مهمه؟ قطعا مهمه، فقط به نظر من نیست. اینه که بعد از اینکه این بیتو ما توی ترک چکش فکر کنم تو آلبوم این تو ای پی عصبانی از شایعه شنیدیم که رویای من رپ بود نه پول، یه اتفاقی افتاد در مورد استعدادیابی شایعه که با پول همراه بود، یعنی ورودی مسابقه یا سنجش استعدادیابی مبلغی پول بود و کلی انتقاد وارد شد بهش که تو که داری استعدادیابی می‌کنی چرا پول می‌گیری؟ چون مسابقه گاد تالنت هم پول نمیگیره حتی برای ورودی، تو چرا میگیری و فلان و بیسا، که حالا مفصلا راجع به موضوع صحبت کردیم. من راجع بهش صحبت کردم، نظرامو گفتم توی فکر میکنم دیسترک سونامی 2 به شایع بود کلا صحبت رو کردم. مهم نیست، مهم اینه که بعد از اون همه انتقاد حالا یه ترک داده به دقیقاً به همون اسم بیتی که بر ضد، یعنی خود شایعه این بیتو گفته بر ضد شایعه استفاده میشه کلی. یعنی من دوست دارم بدونم واقعا موضوع ترک چیه و چجوری پیش میره. خلاصه آرتیست شایعه پرودوسر جعفری اچ آر کپی رایت یادم افتاد، یو بیت علی ازوت میوزیک میکس مسترینگ آی ام او ای ان تی ایمو انت آی ام او انت حالا هر چی که هر اسم درستی که هست ببخشید ما اشتباه میخونیم. موشن کریتر سانیتور کاور صالح کریمی آرت لیبل اصلی استریم. حاجی دیسکریپشن نمیشه قطعه جدید رویای من رپ بود نه پول، احساس میکنم باید با کت شلوار بشینم. ببخشید ما تیپ تو خونه زدیم، برو بریم. ای هنوم قدی نیستم که سانو مشل نکنه پول، یه لیمیت ست جردن گرون معکوس بکشم با دوچ کف ترون با دست بدی رو بیل بورد منو نشونم میچرف زور ندیده هم بم فاصلم تا ای فهمیدی چی شد یا نه؟ داره میگه کلی دارم ولی چی میگم سرم گیج نرفته با داشتم. هنوم قدی نیستم که سانو مشل نکنه پول، یه لیمیت ست جردن. آها نه میگه همه ببخش اوه ریدم میگه هنوم قدی نیستم که سانو مشل نکنه پول، یعنی هنوم اونقدر ندارم که پول واسم انگیزه نباشه، پول واسم مهم نباشه. هنوم قدی نیستم که سانو مشل نکنه پول، یه لیمیت ست جردن گرون معکوس بکشم با دوچ کف ترون با دست بدی رو بیل بورد منو نشوننو میچرف زور ندیده هم به فاصلم تا 30 سانته نمیخوام دستم جای دراز شه ببینم 29 سالشه فاصلم تا 30 سانته نمیخوام دستم جای دراز شه ببینم بند مسافران یا جانس سر پیری نون خونم تپش قلب بگیر سنم از تلفن شت فران یا جانس سر پیری نون خونم تپش قلب بگیر سنم از تلفن های بانکه پوچه خالی پر پرانولا رو تاق چه یادش دیشن سنم از تلفن های بانکه پوچه خالی Empty bottle of propranolol, a medication for anxiety. داروی استرس مثل این که نون خونم تپش قلب بگیر سنم از سلفون های بانکه پوچه خالی پر پرانولا رو تاق چه یادش دیشن تو زیر زمین ها داشته مرد دیگه پیر مرد این خونه چیزی ازم نمیمونه هی رپر باز نشسته و تتمه یه پولش بوش میدم جوونیمو چون نکردم میتونست تو اون موقع هم از سیریه ها پس این موقع خنسی قرص بدی به ما گوش میدم تو ماشین های قد پیر سدام چقدر غمگین شرا من فهمیدم داره چی کار میکنه، داره جوابتونو میده، جواب کسایی که بهش میگفتن حاجی موهام دوندور شد ببینید
از بیت و از شعر دوندون نشد، از اینکه فهمیدم داره چه مسیری میره دوندون شد موام. این همه بهش میگن که تو نمیدونم باید مجانی مسابقه استعدادیابی انجام بده. عملا حرفی که بهش میزنن اینه که باید مجانی مسابقه استعدادیابی رو بندازی، کنسرت چرا انقدر گرونه. در واقع پس تمام این نگاه ها رو شایعه داره میگه که بابا شما حرفتون اینه که من پول در نباید بیارم از کاری که میکنم. بعد داره میگه که من پیرشم پشمام، وای حاجی، داره میگم پیرشم به این وضع دچارشم که لنگ مسافر آژانس باشم، زنم از زنگ بانک استرس بگیره، داروی استرس بخورم و فلان، اون موقع هستی قرض بدی دیگه اگر من الان پولی در نمیارم از کاری که دارم میکنم. حاجی رید به هم اصلا، اگر من اون شخصی باشم که این حرفو زده باشم، واو تو موقعم هستی دیگه ها، هستی نوقع تنسی قرص بدی به ما، گوش میدم تو ماشین های خطی به صدام، چقدر قمگیم گوش میدم تو ماشین های خطی خودم ها میبنده به سکام، سرنوشت منه یا تصمیم نظام، میدونی داشتی ترسیده چشام، نیستی که به جام، وقتی موام داره سفید میشه و حسرت به دلم در قصه میباره از پنجره غم، پاپای پاپ خونه تسنه بگن و پیک بزنم با رپ کردن من بپام حسابم کم. حاجی من نمیتونم ترک رو گوش کنم. بابا شای تو چرا اینجوری، تو چرا یه حرفی میزنی که ما نباید بشنم، یه حرفی میزنی که دوست نداری بشنمی، میدونیش تو سری تو قالب حرف بشنویش، ولی بد لامصب به دوتا چی ببین تو یه بیت دوتا چیزو گذاشت کناره هم، وای من دوندون شدم، باز دوندون میشم واقعا، ادا در نمی به ابوالفضل این دوندونه دیگه. ببینید این ور خوابید دیگه تا شما وقت ببینید، داره میگه که رفیقای پاپخونه مون میرن رو استیج بعد پیکاشون و موزیک ما رپرها میزنن، چرا ما پول در نیاریم، وای چایی دارم اینجا من خور آروم شم بعد ادامه ویدیو رو ادامه موزیک رو گوش کنم. خودم رو میبنده به سکام، سرنوشت منه یا تصمیم نظام، میدونی داشتی ترسیده چشام، نیستی که به جام، وقتی موام داره سفید میشه و حسرت به دلم در قصه میباره از پنجره غم، رفقای پاپ خونه تسنه بگن و پیک بزنم با رپ کردن من بپام حسابم کم کم بکشم، ای من کچه ششم، ای پنچر بشه شهر دیگه، بالا میارم از معنی شم، سرم و کرد بالا دستم و سیر، داره میگه بالا میارم از معنی شم بشه شهر دیگه، بالا میارم از معنی شم، سرمو کرد بالا دستم و زیر سنگ، یادم میومد صدای سوزامونیش. ای باریکلا، به سبک دلیوری خودش میخوام واکنش نشون بدم، میگه بالا میارم از شنی که سرمو بالا نگرداشت دستمو گذاشت زیر سنگ، جن سرمو کرد بالا دستم. این دوتا کلمه رو چجوری گذاشت، این دوتا مفهومو چجوری پیدا کرد گذاشت کنار هم دیگه، یه جوری هم به هم ارتباطشون داد، سرمو کرد بالا دستمو کرد زیر سنگ، در بشه شهر دیگه بالا میارم از معنی شم، سرمو کرد بالا دستمو زیر سنگ، یادم میومد صدای سوزامون شب، باید میدیدم تو دستم پول آروم شم، همه رسی بگیر تا خون بامون چپ، یکی باز نکرد رو سرمو توی بارون چپ، دیدم آرزو هم نمیخونه با بودجم، یه کول پر تراکت پشت پامون زخم، ما این لحظه نمیدید تراکت تخش میکرد مثل این که توی یکی تو ویدیو من کول با بودجم، یه کول پر تراکت پشت پامون زخم، ما لحظه نمیدیدی تو چشام و شک، رویای من رب بود دپو لاره، رویای من رب بود دولویتش شما را خب بود، یه رو در اومده رویای ما هم بود، کارا رو فروختیم زندگی مونا چرخون، شکرت خدایا شکرت زیاد نذاشتی غرقش تو جوب کشتی، شکرت خدایا زیاد شکرت نذاشتی غرقش تو جوب کشتی، هم داشت خسته میشد همه اون اشتیاق فندک سخته وقتی اون اشتیاق، یو سخته وقتی میگی از بلند پروازی ها تو گیر نون شبی، بابا حاجی بیزه ما دو ماه ترک کنیم بعد ما رو سوق بدسم، دیام داشت خسته میشه دلم با این صدایه،
شنیدم سخت وقتی میگی از بلند پروازیاتو گیر نور شبی همه فکر میکنن چیزی زدی سخت چند سال نبینن دستت کیس خرید سخت وقتی تو نگاهت دورت اسمی کنی دیدی نتونستی و سخت وقتی زیر قصی و یارو بهت میگه بخند بگیر سلفی و سخت وقتی هم ناموستن بیا هی میگید زر میزنی ببین دون دونا خب من نمیتونم واقعا گوش کنم دیگه خیلی ناراحت کننده است واسم بیتاش یکی از دلایلش هم اینه که خب منم تقریبا میفهم چی داره میگه من رپ نمیخونم خب ولی 11 سال دارم میرقصم عشقم واقعا بریکینگه که حالا اینا میمونه برای ویدیوی بعدی صحبت کردن راجع به اون مسیر ولی بی‌شباهت اصلا نیست به این مسیر به علاوه این که واقعا سقف آرزومم نداره اون مسیر خیلی با سقف آرزوی رپر استیج و نمیدونم فروش کار هست ولی حالا خلاصه بعد میفهمم چی میگه آخه این دوتا بیت آخر رو نگاه کن یه سخت وقتی تو نگاه دورت حس میکنی یه دیدی نتونستی و یکی این بیتی که بیت بعدیش تو نگاه زدی سخت چند سال نبینن دستت کیس خرید سخت وقتی تو نگاه دورت اسمی کنی دیدی نتونستی و سخت وقتی زیر قصی و یارو بهت میگه بخند بگیر سلفی و سخت وقتی شعر می نویسی نام بهت بدم بری داد سرام با وسیقه همون رفیقات در ها که بهت بگفتن این کار نمیشه نون و آب برات سخت در همه اینه تو بهم بگی پول دیدی شلوار چند تو شد نگاه رفتار و حرف حاضر تشم گفت حق با تو خواهیجی من این حرفو هیچ وقت نزدم راجع به شایه واقعا به نظرم اون نگاه هم نگاه اشتباهیه خیلی که شایه نباید از کارش پول در بیاره هیچ وقت این حرفو نزدم ولی من خجالت کشیدم جنون و آب برات سختر همه اینه تو بهم بگی پول دیدی شلوار چند تو شد حاجی خیلی خیلی نامرده شایه ببخش فکوس دوربینم خراب شد خیلی نامرده یه الگویی میسازه گوش میدی گوش میدی گوش میدی گوش میدی گوش میدی یه هتش یه چک میخواب میذاره تو گوشت این گیشه چیه؟ ببین یه سری سخته گفت که تک تک این سخته ها خودش یه خیلی قابل لمسه خیلی اینجاییه مثالاش مثلا میگه با زیر قصی بعد بهت میگم بخند سلفی بگیریم با هم دیگه و فلان خیلی مثالاش اینجایی بود خیلی قابل دست زدن بود ته تمام این جمله هایی که با سخت فلان سخت فلان سخت فلان اندینگ جمله چی بود سخت‌تر از همه اینا اینه که شما تو این وضعیت دارید اینجوری به من میگید مثلا سخت‌تر از همه شو اینه که میگه یعنی بدترین اتفاق اینه که تش گفت باشه حق با تو سخت‌تر همه اینه تو بهم بگی پول دیدی شلوار چند تو شد نگاه رفتار و حرفا تو حق با تو دوندون من رکورد دوندون زنم توی این ویدیو 5 بار 6 بار دوندون شدم آجی چی کار دارید میکنید ناموسن با آرتیست مورد علاقتون نگاه کن به چه وضعی افتاده که داره از این چیزا میخونه من میدونی دارم چی تصور میکنم دارم اینو تصور میکنم شاید چه زبون بازیه زبون باز به معنای خوبه به ثانیه نمیکشه میتونه متقاعدت کنه اگر حرف زدن عادیش هم اینجوری باشه حالا خلاصه این بود ترک رویای من رپ بود نپول از شایه به پروداکشن چیپی جعفری اچ آر حضرت کپی رایت رپ فارسی حضرت استرایک رپ فارسی تتلوه حضرت کپی رایت جعفری نه شوخی میکنم این اسمیه که در رفته وگرنه من با جعفری مستقیما صحبت کردم اصلا هیچ مسئله ای هم راجع به کپی رایت نداره اتفاقا ریاکشن ویدیو رو حمایت هم میکنه دمش گرم کاملا همون صحبتی بود که یعنی گفتم یکی از مهمترین ترک های شایه میتونه باشه واقعا بود به نظر من یکی از مهمترین ترک های اخیر شایه بود یعنی حتی از چکش که انتقاد تور یا حالا دیسی بود به ام جی و حالا بچه های اونور به نظر من این ترک خیلی مهمتر از اون بود و خودش میدونه شایه که انتخاب این بیت به عنوان تایتل ترک چقدر نگاه میاره روی ترک چقدر انتظار میاره و چقدر فکر شده عمل کرد واسه ادامه کار دمش گرم یعنی کاملا پلن داشت برای تفهیم موضوع که بابا برای جواب دادن به انتقادات کاملا پلن داشت پلنی که میگم منظورم مسیر پیشروی لیریکه
اصلا چجوری تموم شده، چجوری شروع شدن، چجوری پیش بردنش. و به نظر من بارزترین مشخصه ترک این بود، خیلی مسیر جذابی داشت برای من. تک بیت ها که من حالا توی ریاکشن ویدیو، توی ویدیو بهترین بیت های اخیر رپ فارسی گفتم، کلا شایق شاه بیت های بیت کاری زیاد داره، بیت پرکننده مثلا اون را استفاده نمیکنه کلا. خیلی از اون اول از حواستو جمع کن که اولین ترکی بود که من شایش دیدم همینجوری بود. اصلا یکی از مشخصه هاش که منو جذب خودش کرد همین بود. یکی از مشخصه های شاعر خوب هم میتونه باشه این، واقعا توی بحث شعر و شعر نویسی میگم، توی رپ و اینا نمیگم، یعنی کار خیلی مهمیه این که بیت های خوب بنویسی. شاید پر از بیت های خوب کلا کاراش. من یه چیز دیگه هم میگم، یعنی به عنوان آخرین چیز اینم بگم که یه چیزی توی شایع هست، صفتی داره شایع، نمیدونم میشه منتسبش کرد، اختصاصش داد به نیم کره راست مغزش. نیم کره راست مغز یه چیزی من راجبه شنیدم که شاعرانگی و استعاری دیدن اتفاقات و اصلا وصف کردن شاعرانه یه اتفاق حالا غیر شاعرانه و اینجور چیزا کلا کار نیمکره راسته. فکر کنم خیلی نیمکره راست فعالی داره، چون ترکیبایی که با هم دیگه توی یه بیت میچپون این نظرم که جاگذاری میکرد، خیلی به نظرم کاری و خیلی هم متناسب بود، هم باعث میشد که تاثیرگذارتر باشه اون مفهومی که داره میرسونه دیگه. عدد تبدیل تجربه اولین بار شنیدنم، ببین تجربه اولین بار شنیدن من از این چک تجربه خیلی خوبی، ولی مثلا عدد بالایی که میخوام بدم، مثلا عددم 8ه، عدد بالایی که میخوام بدم به این معنی نیست که مثلا موزیکشو هر وقت گوش کنی 8 تا 10 تو بهت حال میده، نه، واقعا تجربه اولین بار شنیدن است. یعنی مثل بیانیه عمل میکنه، مثل یه چیزی که آقا جواب شایع به انتقاداست. بحث موزیک بحث جداییه، از لحاظ موزیکی اونقدر چیز پیچیده‌ای نبود، چیز ساده‌ای هم نبود، یه سری ایده های ریز توی ترکش مثل اون صدای فندکی که بجا بود، مثل پایین بالاها، مثل یه جاهایی خالی شدن درام و حالا اینجایی که درام خالی میشد یه بیت خفن تاثیرگذار توی آخر سکشن 8 مثلا میداد به خوردمون، این از این ایده ها توش بود. اما در این حال اونقدر بیت، یعنی کامفورت زون شایع بود، بیتی بود که ما این چند سال کلا از شایع زیاد میشتیم. کلا میخوام بگم از لحاظ موسیقیایی شاید مثلا اگر مثلا 3 بعد از اومدن این موزیک گوش برای اولین بار موزیکو بشنوی، چون اهمیت موقعیتی و اهمیت زمانی اونقدر نداره، شاید تجربه فرق کنه، خیلی کمترش، ولی چون مهم بود، یعنی موقع خوبی، زمان خوبی، حرفای باحالی زد، خیلی حرفای باحال زد ترک، تجربه 8 واقعا. و همین، شما نظرتون رو بنویسید راجع به ریاکشن ویدیو، راجع به موزیکی که گوش دادیم ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره، دوست داشتید دیسلایک فورگنگ توی کامنت یادتون نره، ویدیوهای کانال رو اگر دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره یه دونه. زنگول بغل سابسکرایب هست که اگر خواستید از آپلود ویدیوهای بعدی توی کانال مطلع شید میتونید زنگول رو فشار بدید. و دیگه ساب و لایک و کامنت و اینا، چون ساب و چون همه چی یوتیوب فارسی میپره، لایک، ساب، ویو، کامنت، همه چی میپره، لذا دریغ نکنید این چیزا رو از یوتیوبرهای فارسی کلا. همین، تا ویدیوهای بعدی، فور گت.